سلام، وقتتون بخیر. سپاس از همکار ما آصفی صاحب در داخل استودیوی صبح زندگی. من هم آماده هستم در پل سخر شهر کابل تا گزارش زنده یا لایف داشته باشیم. خیلی مردم نگران هستند که وضعیت کابل چگونه است. وضعیت کابل معلوم است از طریق رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های همگانی شما بیننده هستند. ما هم می‌خواهیم از نظر وطندارانی که در رابطه با محرم دارند گزارش داشته باشیم، گزارش زنده. بیاین امروزشون بیشتر صحبت بکنیم که چه حال و حوال دارند، وضعیت روحی و روانیشون چگونه است و وقت نظر تقسیم میکنند چه احساس دارند. این ماه محرم با ماه محرمی که در سال گذشته بود چقدر تفاوت داره. سلام به همه. کی است مسئول اصلا؟ شما سن. نامتون چی است؟ شیرالی. شیرالی بیادر. چقدر وقت است که شما در اینجا خانه میزنید؟ من تقریبا 14 سال میشه من اینجا. این اینجا میباشید؟ این اینجا جایتون است. بله. خب امسال چه قسم است وضعیت؟ وضعیت امسال خوبتر است. کسی با شما کار نداره؟ نه امسال کسی کار. امنیتتون کی میگیره؟ فعلا طالبان گفت ما امنیتتون نمیگیریم. اینجا امنیتی کسی نیست. نه امنیتی کسی نیست. سال گذشته کی امنیتتون نمیگیره؟ خود ما میگرفتیم. خودتان. امسال خودتان هم امنیت نمیگیرید؟ نه، تا فعلا هفت محرم بود. بعد از اون طالبان اومد، امنیت وا گرفت. امنیتتون اونا گرفت. بله. یعنی وقت امنیتتون گرفت، امنیت هیچ کسی نیست اینجا. ما چه ما را گفت بیغم باشین. شما عزاداریتان نکنید. خب مقصد گفته براتون بیغم. بله. تا هنوز کسی بر امنیت نزدیکتان نامد. نه طبعا. حتما از دور امنیتتون میگیره. ما چه مال خدا مشکل امنیتی پیش شده براتون؟ نه فضل خدا طبعا پیش. مزاحمت مردم چطوره؟ نه هیچ گپ نیست. نه. نظرتان به شکل بسیار عادی و درست روان است. بله. چه چیزا دارین برای خوردن؟ از ما نمی چای، کلچه است. چای و کلچه. بله. چند نفر کار میکنین؟ شما هم اینجاست؟ بله. نام شما چی است؟ مرتضی جان، شما مزول محرم اینجا بودین؟ هم اینجا بودم. بله. امروز چندم است؟ امروز دهم محرم. امروز دهم است. امروز چی دارین؟ روز عاشورا. یعنی تا شام چای و کلچه دارید؟ نه، بعد از اون بدر سوپ میتیم، بعد از چاش سوپ میتیم، پیش چاشتم بدر بعد از اینکه هوا گرم شد شربت لیمو جور میکنیم. خب اما روزای گذشته از اول محرم تا نهم چی داشتیم؟ دین روز بدر کوچه داشتیم. کوچه داشتیم. کوچه؟ بله. خلاص کردی یا مونده؟ خلاص شد. اوه دیگه. چند سر بود؟ چقدر بود؟ تقریبا 7 سر گوشت بود. بدر یک 4 سر گندم بود. بسیار خوب، تشکر از شما. زنده باشین. شما هم نامتان بگوین. ناظر حسین هستم. ناظر حسین. و شما چی نام دارین؟ محمد جان. شما؟ علی سینا جان. بسیار زیاد تشکر، خداوند قبول بکنه. شما بیننده برنامه صبحگاهی ما به گونه زنده هستین. این دخترکا چی میکنن؟ نام چی است؟ روینا. یکم نزدیک باش دیگه. خب روینا جان بود. ابرای از اون مرد گپ میزنیم. مردم بسیار زیاد دوست دارن بفهمن در جاده های کابل، در شهر کابل چه میگذره، وضعیت از چه قرار است. کاکا سلام. کرایدم زدی او پیجندم وا تو کامری والای واکه بلیدل این وزن نمیدونم چه راستم وکړی خیر زو که خوې خو بیا کرا چې در سره دانو والله څنګه چلو نشته چې یو خرخه که زمن دې څه کار کوي زمن بیکاره دی نشته والا کارمان نشته والا بیخی بیکاره هغه وخت هم کار نه و اوس هم کار نه ټول وای اوس خو پانتونه کومه کار کوم شو دا حالت نه ویني څوک په بازار کې نه ګرځي بازار کې پښه کنه شو ټول طالبان ویریدل ټول کورو کې راست له طالبان ویریدل و خو ویریدل خلکو د سیاست او تخپل ویریږي خپل نظر اوس سپینګره سره کوم مړکړه کپرې کو نار څه کړو مړ جوړی سره اوس د لیدلې څه چاته څه ویلی نه چاته څه نه دی ویلی چاته ټول سره خوارزات کوي خره یا کچرا اوس خپل کارو ته لاړ اما خلک ډاریږي او خلک ډاریږي ولې خلک ډاریږي ورور دا سیاست نه خلک سیاست څه څه پیګه د دې سیاست زیات خلکو کنه ولا د مخکنه اما که خلکو چې سیاست کنه ولا وټول خلک ډاریږي خیر اوسه مننه ژوند دی اوسه نام خود چی است؟ عظمه علی. آفرین. چی میکنی اینجا؟ اینجا ما اسپندی میکنم. اسپندی میکنی؟ که دوله اسپندیت؟ نوردم. امروز مای عاشورای حسینی نیست، کاروبار نیست. خود ما خانه و جای نداریم، شهر دی سرخو هستیم. چرا فامیلتون کجاست؟ فامیلیم از ما برای جای خدا رفته. کیا برای جای خدا رفته؟ پدرم مادرم. بیادرها خواهرها کجاست؟ همشیره دارم طرف وطن است. وطن ما دای کنده است. کاکا، ماما، عمه، خاله. واش کلش در ایران است از ما. خود ما اینجا ماندیم بس خلاص. این هم شو کجا بودی؟ این شو در یک اندوالم یک دفتر داره دمی گلای دواخانه. شو دفتر از اون میرم. اندوالم داری خیلی؟ آه. خداوند کمک کنه. جور باشه پدر، خداوند شما رو حفظ کنه. زنده باشه. جان نشرمانه. خیر ببینید. سلام. چطور هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین صحت. می‌کنین ده گل صبح کل جایم واسه. والله اومدیم بازار که کم سودا بگیریم ببریم ده اتاق یک چیزی جور کنیم بخوریم. اتاق دارین؟ بالا اتاق. مسافر هستین؟ بالا مسافر. خانه کجاست؟ مزار شریف. خب مزار شریف داخل خود شهر هستین؟ داخل نه ولسوالی دیدادی هستیم. خب خبر دارین ولسوالی دیدادی وضعیت امنیتی چطور است؟ وضعیت امنیتی خوب است دیگه. چیزی گپ نیست، چیزی مشکل نیست، وضعیت خوب است فعلا. وضعیت خوب است. شما چه وقت میشه کابل هستین؟ ما تقریبا در مدت یکی دو هفته میشه. درس میخوانید؟ نه ما وظیفه داشتم. وظیفه داشتین؟ حال خلاص وظیفه. وظیفه خلاص شد دیگه. وضعیت چه قسمت؟ چه احساس میکنین؟ کابل چقدر تغییر کرده؟ وضعیت یعنی برادرت بگویم که شاید از این قدم خرابتر شد. واقعا جوانای ما بیکار شد، جوانای ما خیلی فرار کردن. دیگه فکر نکنم که وضعیت تغییر بکنه. چون ما این نیروی امنیتی که بود، دولتی که ایجاد شده بود، با بسیار مشکل جور شده بود، با بسیار بیچارگی جور شده بود. ولی این که پاس سر پای میشه و بسیار مدت دراز یا مدت طولانی کار داره که پاس سر پای خود استاد شوی حکومت. تشکر از شما. سلامت. زنده باشین. شما بیننده گزارش برنامه صبحگاهی تلویزیون آریانا به گونه زنده از پل سرخ شهر کابل هستیم. با قصاب همیشه گپ زدیم، بازم گپ میزنیم. السلام علیکم. هستین انشالله. ما گفتم شما هم فرار کردین چطور؟ بین قاری سای بس گوشتاره توتا کردین. خوشگمی کمره بیا. شما بیننده ما به گونه زنده هستین. منصور جان متوجه باشین شما داخل نبین تصویر ما خراب نشه. باش که پیسا رو بگیره قاری سای باز بعدن گپ میزنه. چند کیلو گرفتی بخیر؟ چند کیلو گرفتی یا کمک روی طرف دار بودی؟ اینا سه 6 کیلو. 6 کیلو چی جور میکنید؟ امروز یک میمونی که صبح کامه تا. اجانا. صبح کامه است. صبح است. میمونی صبح از زیاد نه میمونی صبح یا 6 کیلو گوشت میگیرن. یک رنگش رقم باشه. والا چطور کنیم دیگه؟ همیشه دوستاست. برو برادر برو دیگه کمر درد دل قاریزه باز بشنم. خب چی گپ وضعیت ده چی گپ است؟ خیلی سامان اینجا تا فعلا چقدر تغییر کرده. او دفعه اومده بودیم گپ زدیم، چندین دفعه اومدیم گپ زدیم، اینا در رژیم نو هم گپ میزنیم. والله الحمدلله العزیز بسیار زیاد خوب شده برادر. اینقدر خوب شده که برادر همین فکر ما از حساب امنیت از حساب خانه و اولادا مکمل یکی امت اساس شده دیگه. این تشویش نداره که اختطاف شود دوز به گپا نیست. هیچ الحمدلله هیچ کس به کسی کار نداره برادر. تا روزای پیش خو بدر بیخیم ما مردم در جنجال بدیم به خدا. چطور؟ قسمی که بدر دکاندار دکانداری کردن نمیتونست بدر. پیاده رو در پیاده رو رفتن نمیتونست. یک جای بدر رفتن نمیتونستی. یک جایی که ساعت میشد یک حال روز بود. حالا الحمدلله نظام بدر بسیار اساس شده، بسیار خوب شده. نظام بگویم بشی بگویم دیگه. مطلب قدر است مردم از راحت است، آرام است. فکر کلگی آرام است. بالاخره راحت است. راحت هستیم الحمدلله. شما چه احساس دارین؟ آرام هم مترسیم این چیز چیزی که لاله کلانم گفت درشن که ما اینجا کاروبار بسیار امت چی است دمیام رضای خداوند کریم است. اکثریت از بدر خانه و جای اعلام میکنه میرن به طرف خارجا پس وطن ورکی اعلام میتن. اینمی حال روز سلما و شما آمده و انشالله باعث خیر است. خداوند کریم خیر بکنه انشالله والعزیز. کل کار خداوند کریم جور میکنه دیگه باقی خدا میفهمه. خدا مهربان ذات است دیگه. تشکر. قربان شما. تشکر از همگی. خداحافظ. تشکر از شما همچنان که بیننده ما بودین. در پل سرخ شهر کابل آمدیم و همراه مردم صحبت کردیم. مردم چه احساس دارن، چه فکر میکنن. مگر فراموش نکنین. ممکنه این گزارش ما را بسیار کسا ببینه. کسا میبینن که در گذشته و حال هم در نظام هستن مسئولیت دارن. بدانین مردم از چه خوش میشن بیشتر. که مردم تامین امنیت بکنن، مردم گوششان آرام باشه که فرزندشان اختطاف نمیشه، ننگ و ناموسشان در امان است، خانه، مال، جایداد همه چیزش در امان است و کدام مشکل برشان ایجاد نمیشه. از این موضوعات مردم همیشه خوشی خود را ابراز میکنه. من در چهارراهی دهن باغ زنانه هستم، یعنی این چهارراهی خیلی چهارراهی بزرگ بود، تا این قسمت ها تمامش چهارراهی بود، حالا چهارراهی خرد شده. وقتی من داخل سرک ها میساده هستم شاید در تصمیم شما باورتان نشه که ما واقعا به چهارراهی که به نام دهن باغ مسماس اونجا بدیم، اونجا باغ زنانه و چهارراهی اینقدر مانده. نه فهم تصویرش شما دارین اینجا یا نه، به این اندازه چهارراهی مانده. آمدیم که به شما تصویر بسازیم این منطقه را تا شما ببینین که جمع و جوش مردم چگونه است، رفت آمد موترها چگونه است و با ترافیک هم سر خوردیم، امروز ترافیک هم گپ میزنیم و همچنان سه نفر طالب هم اینجا است. امروز از اینا هم گپ میزنیم ببینیم که اینا به خاطر چی اینجا ایستاده هستند و آمر صاحب ترافیک کارش چطور است، به کار خود ادامه داده از روزی که تغییرات آمده، به کار خود آمده نامده و وضعیت را چگونه فکر میکنه. آمر صاحب سلام، صبحتان بخیر، چطور هستین؟ در کارتان آمدین؟ بله آمدیم، خوش هستیم، راضی هستیم. اما یک تعداد دوستایتان از ماش شکایت کردن، گفتن ماش خود درک نداره فعلا. والا ماش فعلا درک نداره، راستی هم 2 ماه میشه ماش مونده. چی آرزو دارین از طالبا؟ از طالبا ما آرزو داریم ماش ما را بتا. ماشتان البته شما در کار ادامه میدین؟ ادامه میدیم از پیش. خب درست هم انجام میدین؟ بله ادامه میدیم. خوب صحیح، چرا وطن ما ملک ما باید به خدمت کنیم به ملک خود. تشکر از شما. شما نان گرفتید؟ زنده باشید. بله نان میگیریم، به خانه میرفتیم. نانم نان روغنی است. نان روغنی. نوش جانتان. چطور وضعیت ها؟ خدا رو شکر. خانه کجاست؟ خانه در چهارراه است. در چهارراه کمک وضعیت ها فضل خدا هیچ گپی نیست. هر کسی که گپ میزنه دروغ میگه. هیچ گپی. هیچ شکر فضل خدا روزی که خودشون برادر اومده هیچ گپی نیست. مردم ما بسیار جا شکایت داره، اینجا ترس وجود نداره، اینجا رسانه است و همین لحظه تمام دنیا برنامه ما شما رو میبینن. میگن که طالبا خانه به خانه میرن، یک آواز است. در منطقه شما این گپ شده؟ نه خیر، نه خیر، این گپا بگی خیلی غلط است، یک پروپاگاند دشمنا است که در بین ما مردم افغانستان که طالبا مندازه برادرای ما هستن، هر کدامشان که باشه. برای ما کراچیوان هستم. من نمیگم که ما به خاطر که به خاطر خود بگیم، اگر کرزای ما میجا بود، اگر اشرف غنی بود، اگر کدامشان بود، ما یک کراچیوان بودیم. فقط به حق میزنیم، گپ حق میزنیم. هر کسی که پروپاگاند میکنه این در بین ما شما یک تضاد مندازه که ملک بیاد باز به نارامی بیاد. خب خداوند تعالی دعا میکنه که این مردم آمده، خداوند تعالی یک راه حل سول بیا کل مردم بیادر با می بسیار خوبیشی کار خود را پیش بره. خیر ببین. تشکر. خانه شما کجاست؟ برکی. برکی. در برکی تلاشی خانه به خانه شنیدی که بوده؟ نه 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 خیر. شما در کجا زندگی میکنید؟ ما هم در برکی هستیم. شما شنیدین این گپ؟ نه. تلاشی شب خانه؟ نه خیر نه خیر. خب شما کجا زندگی میکنید؟ کوتل خیر خانه. در اونجا خبر دارین و تو کار؟ نه نه هیچ کدام گپ نیست، اهمیت خوبش استافل نه، هیچ کس کل مردم در کاروبار خود می کدام مشکل نیست، نیست کله طالب اسی چیز. ما دکاندار هستیم، میگه امروز اولم در دکان خود بودیم، مالم در دکان ماست. کام مشکل نداره، همه خوب شد، کم چارایی فرصت شد. سنگار وسکم وزارت داخله جای میری آزاد میری، هیچ کام مشکل نیست فعلا. در وقت میرفتی علی سایه گورینزون هستی سوس کسی نمیماند، حالا هیچ کام مشکل نیست. دکاندار در دکان خود می کراچیوان در کراچیوانی خود، موتروان در موتروانی خود، کام مشکل ما نداره. من چی حکومت باش چی حکومت باش ما کام مشکل نداره. من خیر ببینه شما کجا زندگی میکنین؟ سلام. شیوکی. شیوکی. شیوکی چه خبره؟ در شیوکی قرار ده، قراری آرامی است، امنیت خوب است، مردم خوش است. شنیدی که طالبا در خانه مردم داخل شوه تلاشی بکنن؟ تا فعلا نه. ندیدی و نشنیدی؟ ندیدیم نشنیدیم. امیر مردم زیاد تشویش داشتن، از ما سوال کردن، گفتن لطفا شما امیر از مردم پرسان بکنین که ما زیاد نگران از این وضعیت هستیم، خصوصا کسایی که در خارج از افغانستان هستن، اونا نگران بودن و بر ما پیام دادن گفتن حتما پرسان بکنین از مردم آیا این واقعیت داره که خانه در خانه تلاشی میشه، کارمندای حکومتی کسایی که در حکومت سابق کار میکرد اونا را میکشن با خود میبرن، این وضعیت چگونه است؟ خب چند نفر که اینجا با ما روبرو شدند به گونه تصادفی دیدین پرسان کردیم اتر یک گپ نیست، فضل خدا که اتر یک گپ نیست. با امید از اینکه اتر یک گپ تا اخیر نباشه و مردم یک تعدادشان میگن در ابتدا چیز گپ نیست، شاید پسان مشکل ایجاد شود. پسانش دیگه مام نمیفهم، اما چیزی که فعلا از خوینم تری گپ است. سلامونه، سهر مو بخیر. تاسو سهر بخیر. دلته څو کسان تاسو امنیت د پاره یاست؟ مونږ درې نه پار سالور. فقط درې څلور. څو ورځې کیږي؟ دا په هر ورځ ګرځو داسې مګازما کوو څو غلط کار ونه کړي. مثال مثلا کوم کس مو نیولی تر اوسه څه غلط کار یې کړي؟ هو بېګا د شپې یو کس لکه چاکو ورسره غلا دپاره راوتلی وو، هغه کوڅه کې بیا یې ویوړلو او بیرته هم خوشې کړو، ضمانات هم ترې واخیستلو، چاکو هم ترې واخیست چې بیا به زه آینده کې غلا او دا شیان نه کوم. د برق لینونه بیا خطر د برق لینونه یې پټوه. هو مسونه یې حتما خرڅول. هو بلکل خلک بیچارهګان به برق نه لري چې والا بیا پایې وکړي، مګر خبر نه ده چې لاینونه یې قطع کړي. ښه وضعیت څنګه بولئ؟ بیخي انشاءالله ډېر ښه دی. یو دقه صبر کوئ همالته، اجازه د هغوی سره خبرې وکړو، موږ او تاسو خو همدلته یو. سلام، ته وایې مولوي صاحب ته لاړ شه، مولوي صاحب وایي مشره هلته ده، له همدغه ځای نه به خبرې کوو همدلته به. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب کوم ځای نه راغلی؟ من خو د ښار نه راغلم. ښار نه راغلی؟ همدغه ښار د مولوي صاحب د ښار د کوم ځای نه راغلی تاسو؟ کوتل نه راغلم. کوتل نه کته سوئ. وضعیت څنګه بولئ د کابل؟ بلکل نورمال دی، هېڅ مشکل نشته، هر څه برابر دی، بازارونه کلاو هر څه برابر دی، هېڅ ستونزه نشته، هېڅ قسم مشکل نشته دی. چیرې روان یې له خیره؟ زه وزاره داخلې ته. وزاره داخل سهار چای مو څکلی که نه؟ هو بلکل څکلی. نه پوهېږم تاسو څه رقمي سهار چای څکئ؟ کوم شیان مو خوړي دا خو راته ووایه، ځکه زه ډېر کسان سره بلد څه وایم که نه. بعضې کسان و چې ډوډۍ یې خوړلي، بعضې کسان چې میز په سره هېڅ ځای پاتې کېږي نه. نو بس شین چای او ملایي او ساده روټۍ بس همدغه. خیر اوسې. نوم دې راته ونه ویلې مولوي صاحب؟ زما نوم مولوي نورمحمد. مولوي صاحب نورمحمد. او ستاسو نوم؟ زما نوم عبدالحکیم. عبدالحکیم. او مولوي صاحب ستاسو نوم؟ مولوي شفیق الله. مولوي صاحب شفیق الله. ستاسو نوم؟ زما نوم عزیز الله. عزیز الله ورور. او تاسو؟ ګرانه خالد حقیار. حقیار صاحب ډیره مننه، مخې ته مو ګلونه، خدای پامان. خدای پامان. و شما بیننده برنامه صبحگاهی تلویزیون آریانا به گونه کاملا زنده از دهن باغ هستین که خبرو ته ادامه ورکوو. یو کس مو نیولی و چې لینونه یې پټول. او نور کسان مو هم نیولي که نه تر اوسه؟ نه تر اوسه پورې نور چې نور هم نه دي نیولي. نور کوم خبره نشته؟ نه نشته. او په دا څلور یا درې کسانو ښه امنیت ټینګوی سئ؟ هو انشاءالله بیخي مشکل نشته. کوم خاص ستونزه نشته؟ نه نه هېڅ شی نشته. د کابل ښاریانو ته څه ویل لرئ؟ کابل ښاریانو ته دا ویل لرو چې وروره هر څوک چې لین قطع کوي، مثال غلا کوي، نور کوم جرمونه کوي، د هغې مثال خو خپله یې نه شي منې کولی، موږ ته دې خبر راکړي. خلک دغه بل خبره رښتیا خلک نه یم پوښتنه وکړئ، تاسو نه هم پوښتنه وکړو. بعضې کسان وایي چې طالبان د خلک کورو کې ننوځي، تلاشیانې کوي، دا څه رقم موضوع ده؟ تاسو خبره یې؟ تر اوسه پورې خو مشرانو دا اجازه یې چا ته نه ده ورکړې چې چا کور ته ورشي، او که تاسو دا ثبوت کړله نو بیا موږ هغه کور والا دې راشي ودې وایي چې هو بلکل زموږ کور ته راغی. دا خبره هېڅ حقیقت نه لري، دا خبره درواغ دي، دا تبلیغات دي چې هغه کسان یې کوي څوک چې د ولس کې نفاق او هغه خپله هماغه درواغ غلا او نور خلک کوي. دا خبره درواغ ده. ډېره مننه. مننه ژوند. خیر اوسئ. خیر اوسئ. سپاس که شما بیننده برنامه صبحگاهی ما به گونه زنده از دهن باغ شهر کابل بودین. شما و دلتان یک میان برنامه میرین، دلتان استودیو صبح زندگی میرین. در این بخش گزارش دوستان عزیز، من سر زیرزمینی هستم، بین زیرزمینی و ده افغانان. وضعیت که تغییر کرده، راننده ها چرا مسئولیت پذیر نیستند؟ شما از کدام را میخواین برین؟ سرای شمالی. ما چقدر یعنی فکر نمیکنین بسیار کار خلاف کردین؟ کردیم درست است. حالا وضعیت که تغییر کرد خود ما خود متوجه باید باشیم. ما اصلا کارم نمیکنم، دکان دارم. دکان دارم خب فعلا امی کار کردیم، اشتباه دیگه نمیکنم. یعنی آینده تکرار نه نه نه. خیر ببینین قبول میکنین. تشکر. تشکر. شما همچنان اونا رو ببینین. شما از کدام مسیر آمدین؟ از چهارراهی. خود ما وطن خراب میکنیم یا نه؟ گناه کی هستی جان؟ گناه خودم. گناه رئیس جمهور هست یا دولت؟ گناه خود ماست. رئیس جمهور هست نه؟ بره بیادرک، بره بره. ببینین اینطور یک وضعیت هست. مردم ما مسئولیت پذیر نیستند. هر آنچه یک کمک گدودی که دیدن، یک کمک که دیدن که آب خط از باز میدوند ماهی میگیرند. اگر هر کس متوجه باشه هیچ چیز خراب نمیشه، هیچ چیز از جای خود به جای نمیشه و هیچ کار خلاف سر نمیدنه. پس ما خود ما رعایت هستیم که همیشه همه چیز را از بین میبریم و خراب میکنیم. کسی کی گپ بزنیم؟ نه امرای خودت گپ میزنم. سلام. چطور کارا؟ خوبه. اینم چه خوب کار میکنی؟ اینم تو که پاک نگاه کردی همیشه پاک نگاه میکنی یا یگان دفعه؟ همیشه وقت پاک نگاه میکنی. وعده است. وعده است. اگر دفعه تیر شده اینجا باز کدام مشکل داشت جریمه؟ آ جریمه. قبول داری؟ قبول دارم. خیر ببینی زنده باشی. و رارم خونه گرفتی؟ نه ان شاء الله رارم. اینجا بند است. بابا ما خاطر آمدیم اینجا ساده میکنیم. تشکر زنده باشین. او راننده دیگر شما ببینین. سنشان بالاست، آدم خردسن هم نیست که این کارا میکنن. کم پیشتر میریم، ممکن اگر کس دیگه هم خلاف قواعد ترافیک خلاف جاده میآید رانندگی میکنه با اونا هم گپ میزنیم که چرا این کارا میکنن. و کسانی که از طریق تلویزیون آریانا همیال بیننده برنامه ما هستن متوجه از این موضوع باشن که این کارا نکنن. اگر در دوربین یک رسانه قرار میگیره یا آل تلفن‌های شخصی زیاد شده که عکسشون میگیره ممکن یک برخورد قانونی همراهشون صورت بگیره که زمان پشیمانی هیچ سود نخواهد داشت. شما چی کار میکنین؟ چی کار میکنین؟ موتور صدا میگه. موتور صدا میکنین؟ آه. صدا کو دیگه. موتور چی صدا داره؟ صدا کو نه. صدا کو برای. چی صدا داره باغ جنگل گذرگاه جنگل باغ رئیس. او بدر با مردم صدا کو با ما صدا نکو. حالا چی صدا چی صدا؟ صدا کو. پیسه را حلال کو پیسه را. ها؟ پیسه را حلال کو گفتم بلند. چرت تو. تشکر. دوستا سپاس از اینکه شما بیننده گزارش ما بودین. بیننده گزارش امروز ما دو گزارش زنده داشتیم و همچنان آمدیم در منطقه بین پیشاروال کابل. اینجا آمده بودیم و از اینجا امروز یکی دو راننده صحبت کردیم که اونا خلاف جاده روان بودن. اما ما معذرت می‌خوایم. امروز من نمی‌فهمم چی میگم. میچسنم گپای خود گفتن نمیتونم. از میگل صبح وضعیت ما چندان خوب نبود، اما بخاطر از اینکه برنامه ساخته شود کم تلاش کردیم و صحبت بکنیم. بازم به بزرگواریتان ما را ببخشین اگر مشکل نه که بدون شک مشکل وجود داشته. شما موتر را ببینین، رکشا را ببینین که چگونه میآید، از کجا میآید، چگونه خلاف میآید. و در اینجا ترافیک وجود نداره. اگر کس مسئول خود را احساس میکنه لطفاً شما پلیس ترافیک روان بکنین به اینجا. شما از کدام طریق میاین بیادر؟ بله. امی مسیر شما است که زیرا میاین؟ ما اینجا بار تا کنیم. نه امی مسیرتون خلاف است یا نه؟ خلاف است. به خاطر چی؟ چرا خرابی میکنین؟ خواهی ما از کدام را بریم؟ سابق از کدام را میامدین وقتی که اینجا ترافیک بود؟ سابق از اینم تو بدست میامدین؟ میامدین. ما اینجا مال تا کردیم. اینال ما کجا بریم؟ چرا از اون نرفتی؟ از روی گلبار سنتر نامدی؟ این خوب این رقم خوب پورا نمیشه ما ده عقل. به خاطر که پورا نمیشه باز خلاف میای؟ خای چطور کنیم برادر؟ یک قدم راست خای ما. مزدور رو بیا. از کدام؟ شاید 3 افغانی را تیل بخوره، 5 افغانی را تیل بخوره. تیل 70 روپیه شده است. 1.70 روپیه فرق. حالا به خاطر که تیل زیاد مصرف میشه از اون رو نمیری؟ 100 روپیه باره میارم یا 200. من 100 روپیه اضافه 70 روپیه خیچی وایده به خودم. باید غیر قانونی کار کنی. ما همین ترافیک هم که بود ما اجازه میداد که شما اگر دینی استقامت مال تا میکنه از همین را ببری. او هم اگه بیره بار نباشه. همین ترافیک بیکی در جایش بار. خود لیسانس داری؟ کی؟ لیسانس داری؟ خود لیسانس نداری دیگه. ما چی بگویم مالم رای؟ سعیز برو خداحافظت. ما چی بگویم؟ مقصد با ما اگه صرفش داشته باشه اگه ترافیک هم بود ما از امیر آمه آمدیم. چرا که خودشان میگفتن اگه بیره بار نمی باشه شما در کراچی اگه مالتا میکنه از امیر آم بره. اگه بیره بار نمی باشه اگه بیره بار باشه ما خود ما عید نمیاییم. تشکر. شما اونا رو بینید از کجا دور میخورن. پس کی وطن خراب میکنه؟ همین جای دور خوردن است او دیگه چه ببینین شما و یک شاخ هر کدامشان می بدل خود ببینین چقدر ازدحام به وجود میاره اینا. خب تشکر از اینکه بیننده گزارش شما بودین. خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر می‌خواین گزارش‌های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می‌خواین گزارش‌های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می‌خواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.